مسافرین محترم می توانند تکت های خیش را از دفتر مرکزی شرکت واقع سرک 11 وزیر اکبر خان و تمام تراول اجنسی های شهر به دست بیاورند. شرکت هوایی افق شرق، پیوند دهنده افغانستان. سرخط خبرها. فروش تجهیزات نیروهای خارجی در ولایت هلمند. مقام‌های محلی میگویند چند تن را به این اتهام با دادستانی معرفی کردند. سرنوشت سردرگم قانون احوال نفوس. رئیس اداره شناسنامه‌های برقی بر آغاز بیدرنگ شناسنامه‌ها تاکید دارد. مونږ غواړو چې تزیشی افغانستان دغه باندې افغانستان په امنیت کې تبدیر یو غټه لاسته راوړنه نوسی. سفر هیئت طالبان به چین. چه چیزی در این گفتگوها مطرح شده است؟ گپ سوم زینایی است که در کابینه دولت حکومت وحدت ملی چند وزیری داشته باشیم تا از قضاهای افغانستان آگاهی. و هشدار فرمانده نیروهای مرزی هند از ورود هراس افغانان به مناطق مرزی این کشور. سلام و وقتتان بخیر. در آغاز میلاد با سعادت مزرعه نبی را به تمام مسلمانان افغانستان و جهان تبریک میگم. با نخستین مجموعه خبری نیمه روز از یک خوش آمدین. پس از این میتونین تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان و جهان را در امی مجموعه خبری دنبال بکنین. امروز 12 ربیع الاول برابر است با تولد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. پیامبر بزرگ اسلام به تاریخ 12 ربیع الاول در سال 570 میلادی در روز دوشنبه در مکه مکرمه چشم به جهان گشود. تمیم شهیر درباره زندگی نامه پیامبر بزرگ اسلام گزارش تهیه کرده است. محمد صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه 12 ربیع الاول سال 570 میلادی چشم به جهان گشود. پدرش عبدالله، پدر کلانش عبدالمطلب و مادرش آمینه نام داشت. پدرش عبدالله پیش از ولادت محمد صلی الله علیه و سلم در بازگشت از سفر تجارت بر اثر مریضی وفات کرد و در مدینه به خاک سپرده شد. پیامبر صلی الله علیه و سلم تا 4 سالگی در پیش مادر رضاییش حلیمه سعدیه ماند و پس از آن 2 سال را نزد مادرش آمینه سپری کرد. مادرش آمینه وی را برای آشنا شدن با خیشاوندان به مدینه برد. در بازگشت این سفر مادرش مریض شد و وفات نمود. ام ایمن که همسفرشان بود محمد صلی الله علیه و سلم را به مکه آورد و به پدر کلانش عبدالمطلب تسلیم کرد. هنوز آن حضرت صلی الله علیه و سلم 8 ساله بود که پدر کلانش نیز وفات نمود و کاکایش ابو طالب وی را سرپرستی کرد. در سن 13 سالگی همراه کاکاهایش به کار و بار تجارت روی آورد و مشغول تجارت شد و در این دوران با صداقت و راستی مشهور شد و همه او را امین می گفتند. در سن 25 سالگی با حضرت خدیجه که 40 سال داشت ازدواج کرد. با نزدیک شدن به سن 40 سالگی گوشه‌نشینی و تفکر را اختیار کرد و در غار حرا و عبادت پرداخت. در سن 40 سالگی هنگامی که محمد صلی الله علیه و سلم در غار حرا مشغول تفکر بر اسرار کائنات بود، جبرئیل علیه السلام نزد وی آمد و گفت اقرا، بخوان به نام پروردگارت. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق. بخوان به نام پروردگارت که آفرید، انسان را از علق آفرید. بخوان و پروردگار تو کریم ترین است، همان کسی که به وسیله قلم آموخت. آنچه را که انسان نمی‌دانست با او آموخت. پس از این دعوت آن حضرت برای ترویج دین مبین اسلام آشکارا و علنی شد. حضرت خدیجه از میان بانوان، حضرت علی از میان جوانان و حضرت ابوبکر از میان بزرگان نخستین کسانی بودند که به اسلام مشرف شدند. در اواخر سال ششم بعثت حضرت عمر و حضرت حمزه رضی الله تعالی عنهما به اسلام مشرف شدند و پس از آن عبادت مسلمانان
به گونه آشکار آغاز شد. در دهم بعثت پس از وفات خدیجه و ابو طالب که افراد بانفوذی بودند، ظلم و ستم مشرکان به مسلمانان دو برابر شد. در این زمان پیامبر که به طایف رفت، انتظار می رفت طایفیان از وی حمایت کنند، اما نه تنها پیامبر را حمایت نکردند، بل با سنگ ها او را زدند و سر و رویش را خونالود ساختند. در این زمان مشکلات بر مسلمانان ادامه داشت. سرانجام در سال 622 میلادی حضرت محمد با جمع مسلمانان بنابر درخواست اهل یثرب یا مدینه به این شهر مهاجر شدند و نخستین حکومت اسلامی را در مدینه ایجاد کردند. هنگام ورود محمد به مدینه اهل این شهر به استقبال وی برآمده بودند. در بین مسلمانان و مشرکین جنگ های مانند بدر، احد، خندق و دیگر غزوات انجام شده است. در سالهای 630 میلادی مکه از سوی مسلمانان فتح شد و حضرت محمد با اعلان عفو عمومی به وطنش برگشت و در سال 632 میلادی در میدان عرفات به بیش از 100 هزار مسلمان سخنرانی کرد و این سخنرانی وی به نام حج الوداع یاد می شود. حضرت محمد 23 سال عمرش را در راه اشاعه دین مبین اسلام صرف کرده و قرآن شریف نیز در همین مدت به گونه تدریجی به وی نازل شد. سرانجام آن حضرت در سن 63 سالگی به روز دوشنبه 12 ربیع الاول سال 11 هجری چشم از جهان فرو بست و در همان خانه‌ای که وفات یافته بود در شهر مدینه منوره به خاک سپرده شد. تجهیزات باقی مانده از نیروهای خارجی در پایگاه بسشن هلمند به ارتش ملی کشور سپرده شده است، اما این تجهیزات اکنون به گونه غیر قانونی برای فروش به پاکستان انتقال داده می شود. رئیس شورای ولایتی هلمند با نگرانی از این وضعیت مسئولان را به بی‌توجهی برای جلوگیری از انتقال این تجهیزات به پاکستان متهم می کند. اما بولسوال نهر سراج می گوید تجهیزاتی که از این مسیر به گونه غیر قانونی انتقال داده می شود متوقف شده و راننده ها برای تحقیقات بیشتر به دادستانی معرفی شدند. پس از خروج کامل نیروهای ایساف از پایگاه بسشن و لیدرنیک در هلمند، تجهیزات باقی مانده در این پایگاه ها به ارتش ملی سپرده شد. اما به تازگی مقام های محلی ادعا دارند که از این پایگاه جنراتور و سایر تجهیزات به گونه غیرقانونی بیرون کرده شده و به فروش می رسد. اما مسئولان میگویند موترهایی که از کمپ بسشن به مقصد پاکستان بارگیری شده بود از سوی مسئولان محلی هلمند متوقف شده و رانندگان این موترها برای تحقیقات بیشتر به دادستانی معرفی شدند. تاسو پجریان که از در شورا و نظامی هرده در افغان ملی ځواکو ته وسپارل سوله دلته کم سامانونه چې و د حساب ځواکو څخه دا به د اردوی ملي تسلیم شوي وای د هغه په جمع کې قید شوي وای و بدبختانه بعضی افراد و اشخاص ته چې دغه وسپنې د نظامي اډو څخه غیر قانوني راباسي او دا پارچکی بیا د سپین بولدک له لارې پاکستان ته انتقالي. هنوز مشخص نیست که این تجهیزات از سوی کی به فروش می رسد، اما رئیس شورای ولایتی هلمند با ابراز نگرانی از ادامه انتقال تجهیزات از پایگاه بسشن به خارج از کشور مسئولان را متهم به بی‌توجهی می کند. وی با آنکه از کسی نام نمی گیرد اما می گوید شمار دیگر در مسیر راه از موترها پول می گیرند و با آنان اجازه انتقال این تجهیزات را می دهند. هغه نظامی د بهرنیو د هغه نظامی چارواکو یا د هغه نظامی ډلو هغه څه چې زموږ افغان او دولت ته سپارل شوي دي هغه ټول په دغسې غیر قانوني ډول باندې یا په دغسې ډول باندې په بېرحمانه ډول باندې پر خلکو باندې خرڅ وله د دې مسؤلینو د لاسه مسؤلینو خپلو د شخصي ګټو دپاره د 50,000 افغانیو شی په 1000 افغانۍ باندې ورکړی دي. پیش از این آخرین فرمانده آیساف در این کمپ در آخرین روزهای ماموریت خیش گفته بود بر بنیاد قرارداد بین وزارت دفاع ملی و امریکا که صورت گرفته تمام اجناس این کمپ به نیروهای امنیتی افغانستان بخصوص ارتش ملی سپرده می شود. میدان شورابک در 45 هزار جریب زمین ساخته شده بود که شامل سه بخش لیدرنیک، بسشن و قلعه اردوی 215 میوند بود. اما پس از خروج تمامی نیروهای ایساف این کمپ کاملا در اختیار ارتش ملی قرار گرفته است.
شهروندان بلخ از زورگویی های شمار از زورمندان محلی به سطوح آمدند. این باشندگان میگویند زورمندان مانع کار آنان بالای زمین های شخصیشان میشوند. آنان تاکید دارند که در سالهای گذشته زمین های رهایشی را در شهرک مامورین شهر مزار شریف خریداری کردند، اما تفنگداران محلی مانع کار آنان میشوند. از نوک تفنگ پیدا کنیم بخوریم. این باشندگان که به گونه اعتراض در برابر حوزه هشتم امنیتی شهر مزار شریف گرده هم آمدند میگویند شماری از زورمندان تفنگدار مانع کارشان شده و میخواهند زمین هایی که آنان از دولت خریداری کردند را غصب کنند. ودی 20 سال درک نداشتن، حال به نام از اینکه من کماندان هستم، من جنرال هستم، من وکیل هستم، آمدن نمیشه این ملکیت ما را سبینا قبضه کردن، میخواین بگیرن. چهار تا زوروار جا آمدن، چک چپنهای کلان کلان نامایش چی بگویش، نامایش یکی بیادری وکی، استاد وکیل است، یکی جگلن زایر است، یکی بیادر عبدالرحیم است، رئیس خالق است، بیادرهایش در اینا رای هم دادی، مال رای ما را زیر پای کردن. در ده پانزده سال هیچ کس نبود، یک خلالی نبود. امروز به هر بانه هر بانه در این ملت مظلوم بیچاره هر روز با یک نام با یک چیز اذیت و آزار میشه. اما این مرد عبدالجلیل نام دارد و خود را مالک این زمین ها معرفی میکند و میگوید هیچگاه از تهدید و زور کار نگرفته است. کسی را غصب بکنیم و مجبوریت را نداریم در زمین کسی. قوالی شرعی ما به دست داریم که از کسی ما خریدیم که قوالت سه دست دوره کرده، دست چهارم به ما آمده که ما خریدیم. و این هم پاسخ پلیس. در بلخ غاصبین زمین وجود نداره. هیچ زمینی را ما ندیدیم، ما منایس پلیس که در قبضه کسی وجود موجود باشه. هر کس زمینش بلخ میدونه که در اینجا در هیچ گوشه دنیا اگر قانون تطبیق نه، ولی در بلخ 100% قانون تطبیق میشه. تهدید و زورگویی توسط شماری از زورمندان در این ولایت پدیده تازه نیست. این یکی از چالش هایی است که بسیاری ها به این باورند اگر دولت تلاش برای جلوگیری افراد تفنگدار نکند، پیامدهای ناگواری را در پی خواهد داشت. بسیاری ساحات زیر تصرف طالبان در ولسوالی دانگام کنر در کنترل نیروهای امنیتی کشور در آمدند. مقام های محلی کنر به تلویزیون یک میگویند همکنون درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان به پایان ترین میزان خود رسیده و نیروهای امنیتی در دفاع از مردم آمادگی کامل دارند. در این حال فرمانده پلیس کنر میگوید که روز گذشته در پی درگیری ها در ولسوالی دانگام 3 طالب کشته و چندین طالب دیگر زخم برداشتند. روز گذشته اثر انداختاری که داشتن فقیلی به مقابل تبادله بشت، 3 نفر ازشان کشته شدن، 3 نفر زخمی داشتن. اون روز گذشته بوده و به فعلا وضعیت خوبه. زمانی که ما اعلام انداخت میکنه بازم مقابل نیروی امنیتی آمادگی داره او رو باید جواب بده، بخاطر تهدید نشه مردم آمادگی داشته. سرپرست والی هلمند تایید میکند که پرتاب موشک در یک جشن عروسی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند از سوی نظامیان کشور صورت گرفته است. محمد نعیم رسولی هشدار میدهد تا زمانی که عملیات در ساحه رویداد صورت نگیرد، هیئتی که به هدف بررسی رویداد توظیف شده است به این محل رفته نمیتواند. حیاتی که از طرف ما رفته بود تحقیقاتشان جریان داره و حیاتی که از مرکز به حدود نرسیده انشالله امکان داره امروز برسه. تمام سیاد و شاخ بشن و حیاتی بلند فایاز و مسلکی تر اصلا از مرکز به تا فردا تمام قضیه روشن بشه. نمون محلی که قضیه رخ داده تا عملیات صورت نگیرد قرار اردوی نرافر اردوی ملی و سوال و پلیسی که در اونجا هست ممکن نیست کس رفته. رئیس حکومتداری الکترونیک خواهان توزیع بیدرنگ شناسنامه های برقی است. این مقام حکومتی میگوید که شناسنامه های برقی سرعت، کیفیت و شفافیت را در عرضه خدمات دولتی افزایش میده و فاصله ها میان مردم و دولت نیز از میان برداشته خواهد شد. هرچند قانون ثبت و احوال نفوس که بنیاد توزیع شناسنامه های پس از توزیع ماهاست که به دادگاه عالی فرستاده شده است تا موارد اختلافی آن با قانون اساسی مشخص شود. که چرته تذکره الکترونیکی سره څرنګه چې موږ غواړو چې توزیع شي او په همدغه باندې افغانستان په امنیت کې به ډېر یو غټه لاسته راوړنه اوسېږي. که تاسو وګورئ د نورو دنیا کې یو عادي خبره که نه، یو کس غلا وکړي، یو مشکل مطلب پیدا کړي، یا کوم غیر قانوني کار وکړي، دولت بیا وخت وایي چې یاره موږ یو ساعت کې دا کس
کار کس نیولې شو 200 کې نیولې شو 300 کې نیولې شو هغه سر حکم بل څه شي نشته دي هغه صرف ته ټول ته ټکنالوژي ته وجه نه کړس هغه سره دا کس معلومیږي کس ولا معلومه چې دا څوک ته پټي رسانه معلومه ولې چې دا کس څوک دی چې دغه کار کړی دی او پټي رسانه سره هغه نیولې شي زما په نظر باندې دا به یو غټ لاسته راوړنه اوسیږي یک هیئت بلند پایه طالبان به چین رفته است. منابع نزدیک به طالبان میگویند این اعضای طالبان برای جلب توجه بیجینگ در گفتگوهای صلح با مقامهای چینی گفتگو کردند. برخی رهبران پیشین طالبان نیز بر اثرگذاری چنین گفتگوها در روند صلح پافشاری دارند. قیام نوری جزئیات میدهد. نقش پای چین در گفتگوهای صلح افغانستان اخیراً دو تن از اعضای بلند پایه طالبان به چین سفر کردند. هیئت کسوی دین محمد از اعضای گروه طالبان در دفتر قطر رهبری می شوند. جزئیات این گفتگوها هنوز روشن نیست، اما منابع نزدیک به طالبان بر رسانه‌ها گفتند ظاهرا در این نشست بر نقش چین در گفتگوهای صلح افغانستان بحث شده. این هیئت به چین سفر کرده است. هدف از این سفر شریک ساختن دیدگاه امارت اسلامی افغانستان با چین است. یک پیشنهادشان است که ما زمانی مذاکره میکنیم و در راه صلح گام برمیداریم که قانون سیاسی افغانستان تغییر کنه. پیام دومیشان این است که از ولایت‌های جنوب مانند هلمند و قندهار یک و دو ولایتی به ما سپرده شه که تا مسئولین ما احساس امنیت کنند و اونجا باشند. گپ سوم از اینا این است که در کابینه دولت حکومت وحدت ملی چند وزیری داشته باشیم تا از قضاهای افغانستان آگاهی کنیم. و گپ چهارم از اینایی است که تمام طالبان که شامل لیست سیاه هستند تا یک ماه دو ماه از لیست سیاه بیرون شن و به اونا مسئولیت داده شه. ای پیام از اینا رو حکومت چین باور دارم که امروز با دینگ زنجون سفیر خود تسلیم کرده ای که به مقامات دولت افغانستان تا حال دادن یا ندادن من از داخل ارگ آگاهی ندارم. برخی رهبران پیشین طالبان در کابل هم سفر این افراد را به چین تایید می کنند. با باور این مقام پیشین گروه طالبان سفر این هیئت در پیشرفت گفتگوهای صلح اثرگذار خواهد بود. ز فکر کوم چې دا خلک د طالبانو واقعي خلک دي او موثر خلک دي او دا هغه خلک دي چې طالبانو دوه کال مخکې قطر ته لیږل دي او حالت د صلح په انتظار باندې یا د مذاکرات په انتظار باندې ناشتي دا هغه مسول خلک دي نو زما فکر باندې د دوی تک به مخپل په ځان کې موثری د په طالبانو باندې او د چین عمل و کردار ادا کول هغه به هم مسیر د منطقې په نسبت باندې نو دا دواړه دغه د خپل په فکر باندې مسیر بولم. پیشتر چین در سفر رئیس جمهور غنی به این کشور تاکید کرده بود که در روند گفتگوهای صلح حکومت افغانستان همکاری میکند. نقش چین باعث بزرگترین، نیرومندترین و اثرگذارترین همسایه افغانستان ظاهرا با گذشت هر روز مهمتر می شود. نقشی که دولت افغانستان بارها بر آن تاکید کرده است. معرفی نشدن کابینه و معلق ماندن همه کارها در اداره های دولتی شهروندان کشور را به سطوح آورده است. شمار از شهروندان از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند اگر در رهبری کشور ناتوانند باید از مقام هایشان کنار بروند. در این حال نهادهای جامعه مدنی هشدار می‌دهند که با ادامه این وضعیت مردم به جاده ها خواهند ریخت. این نهادها در نظر دارند در صورت معرفی نشدن کابینه تا روز دوشنبه کابینه نمادین را به مجلس نمایندگان بفرستد. سجاد محمدی گزارش می‌دهد. 96 روز پس از تشکیل حکومت وحدت ملی افغانستان همچنان بدون کابینه. کلید گم شده ای که با گذشت نزدیک به 100 روز از عمر حکومت وحدت ملی هنوز سران حکومت موفق به دریافت آن نشده اند. مهلت 2 تا 4 هفته ای رئیس جمهور و رئیس اجرایی برای معرفی کابینه هم پایان یافته، اما خبر از این معمای دردسرساز نیست. کارساز واقع نشدن مهلت زمانی مجلس نمایندگان هم سبب شده تا نهادهای جامعه مدنی دست به کار شده و برای معرفی کابینه برای حکومت ضرب الاجل تعیین کنند. اگر حکومت وحدت ملی تا روز دوشنبه مورخ 15 ماه جاری کابینه خیش را تشکیل و به شورای ملی معرفی نکند، ما به رسم اعتراض به تشکیل کابینه نمادین و معرفی آن به ساختمان خالی شورای ملی اقدام میکنیم. اگر باز حکومت وقت نگذارد در این رابطه، مسلمان ما به نافرمانی مدنی و از تمام شهروندان افغانستان در سرتاسر افغانستان خواهد خواستیم که به سرکا برایند تا فشار لازم بالای از حکومت وحدت ملی بیارن که اینا از خواسته ها و منافع شخصیشان کنار بیارن.
ظاهراً معلق بودن همه کارها در اداره های دولتی بیشتر از هر کس شهروندان کشور را با دشواری های زیاد روبرو کرده است. از این رو مردم از سران حکومت وحدت ملی میپرسند آیا چشم بینا برای دیدن و گوش شنوا برای شنیدن دردها و مشکلات مردم دارند؟ این حکومت را که حال یه طور دیدیم، بعد از اعلان کابینه مزار یک مشکل دیگه یخن به گریبان ما خواد باشه. بردیشان استعفا بده بگذارن، نفرای زیادی هستن، شخصیت های بزرگوار دیگه هستن، یکی دیگه بیه یک انتخابات دیگه شوه، نقا انتخابات چی دیگه انتخابات دیگه هم در سرش. اگر نمیتونن استعفا بدن بسیار بزرگوارای دیگه هم داریم. خواست ها و انتقاد های باشندگان ولایت های کشور کمتر از پایتخت نشینان نیست. بلاز خدا و بلاز قرآن ای وضعیت ما تحمل کرده نمیتونیم. ما مردم بسیار جات خسته ساخته تا که انتظار بکشیم. ریاست جمهوری میگوید بر بنیاد تعهد رئیس جمهور غنی به هیئت اداری مجلس نمایندگان کابینه در اواسط هفته پیشرو معرفی خواهد شد. با این هم باید دید که این تعهد تازه هم از همان وعده های سر خرمن حکومت وحدت ملی خواهد بود یا سرانجام شاق قفل های کابینه در هفته پیشرو باز خواهند شد. رئیس جمهور غنی در نامه ای از نواز شریف نخست وزیر پاکستان خواسته است که به کابل سفر کند و در نشست امنیتی که قرار است در 8 جنوری برگزار شود اشتراک کند. ظاهرا محور نشست را چگونگی مبارزه با هراس افغانی تشکیل می دهد. سخنگوی نخست وزیر پاکستان نیز گفته است که اشرف غنی و نواز شریف روز چهارشنبه صحبت تلفنی داشتند و درباره عملیات بر ضد هراس افغانان در مناطق مرزی صحبت کردند. در 13 سال پسین امریکا 1.6 تریلیون دلار را در جنگ افغانستان و عراق هزینه کرده است. نهاد بررسی کننده کنگرس امریکا گفته است که از این مقدار 43% آن تنها هزینه عملیات های مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان شده است. با این همه اما آگاهان در کابل دستاوردهای امریکا را در زمینه مبارزه با دهشت افغانی در کشور ناچیز و ناکافی می دانند. این زمانی که امریکا با تمام زر و زورش به افغانستان آمد برای ریشه‌کن کردن دهشت افغانی و القاعده، و این زمانی که نیروهای امریکایی جنگ رو در رو با هراس افغانی را در کشور پایان دادند. دو رویدادی که فاصله میانشان 13 سال را در بر گرفت و این نبرد 13 ساله که بخش آن مربوط به عراق نیز می شود، دست کم 1.6 تریلیون دلار برای امریکایی ها هزینه برداشته است. از این مقدار پول 43% آن، یعنی 686 میلیارد آن را در عملیات های مبارزه با دهشت افغانی در افغانستان مصرف کردند. 51% از این 6.1 میلیارد دلار هم در عراق مصرف شده است، در عملیات هایی که بر ضد صدام حسین را اندازی شده بود. 2% دیگر این پول برای ایجاد پایگاه ها و تامین امنیت این پایگاه ها به مصرف رسیده است، و 5% باقی مانده هم بودجه اختصاصی عملیات ها بوده است، آنچه که روشن نیست در عراق هزینه شده است یا در افغانستان. نهاد بررسی کننده کنگرس امریکا گفته است که پنتاگون 92% و وزارت خارجه امریکا هم 6% این پول را مصرف کردند. درصدی باقی مانده هم ویژه اداره بازنشستگان نیروهای امریکایی بوده است. حال آگاهان اما دستاوردهای امریکا را نظر به مصارف و وعده های داده شده ایشان ناچیز می دانند. با تاسف نظر به مصارفی که در افغانستان شده، نظر به او وعده هایی که داده و امکاناتی که به دسترس مردم افغانستان جامعه جهانی داده، ما موافق نیستیم. توریسم هنوز لانه می کش پیدا کرده و زباله می کنه. معمولا پایان هر جنگی صلح است، اما دیر زمان است که این صلح در افغانستان دست نیافتنی شده است. تا جایی که حضور 13 ساله نیروهای بین المللی هم نتوانست افغانستان را به این آرزویش برساند. آرزویی که اینک باید این نیروها برای برآورده شدنش تفنگ شانه کنند و برزمند، اگرچه اندکی دشوار هم به نظر می رسد. یک قایق مملو از جنگ افزارهای نظامی در آبهای هند آتش گرفت. مقام‌های امنیتی هند گفتند که یک قایق مملو از جنگ افزارهای نظامی که از آبهای پاکستان وارد آبهای هند گردیده بود، پس از آن که توسط نیروهای بحری هند شناسایی گردید، خود را منفجر کرد که از اثر آن 4 تن از سرنشینان آن کشته شدند. در این حال فرمانده نیروهای مرزی هند هشدار می‌دهد که بیش از 150 تن از هراس افغانان وارد مرزهای هند خواهند شد تا حملات را در این مناطق انجام دهند.
افزایش تنش‌های مرزی میان هند و پاکستان، تنش‌هایی که اخیراً در مناطق مرزی میان دو کشور به خاطر حملات هراس افغانان بالا گرفته است. نیروهای مرزی هند پاکستان را در ناامن ساختن مناطق مرزی کشمیر متهم می‌کنند. فرمانده نیروهای مرزی هند هشدار می‌دهد که پس از حمله بر مکتب نظامی شهر پشاور، پاکستان در تلاش راه اندازی حملات در مناطق مرزی کشمیر بوده است و معلومات استخباراتی هند نشان می‌دهد که بیش از 150 هراس افغان در تلاش هستند تا در این مناطق حملات را راه اندازی کنند. معلومات استخباراتی ما نشان می‌دهد که نزدیک به 170 تن از هراس افغانان در مناطق مرزی کشمیر نفوذ خواهند کرد. اما ارتش هند آمادگی‌های لازم را در این مناطق روی دست گرفته است تا از نفوذ هراس افغانان جلوگیری گردد. از سوی دیگر نیروهای بحری هند گزارش کردند که یک کشتی مملو از جنگ‌افزارهای نظامی که وارد آب‌های هند گردیده بود، پس از شناسایی توسط نیروهای بحری هند از سوی سرنشینانش منفجر ساخته شد. این قایق پس از شناسایی از سوی نیروهای بحری تعقیب گردید، اما با وجود هشدارها این قایق توقف نکرده و خود را منفجر کرد که پس از چند لحظه زیر آب فرو رفت. این در حال است که سال گذشته میلادی سال پرتنش میان نیروهای مرزی دو کشور بود که چندین بار بر یکدیگر تیراندازی کردند و تلفات را نیز به همراه داشت. آمریکا تحریم‌های تازه را بر کره شمالی وضع کرد. باراک اوباما فرمان وضع تحریم‌های تازه بر کره شمالی را پس از حملات سایبریای کره شمالی بر کمپانی فیلمسازی سون پیکچر روز جمعه امضا کرد. بر بنیاد این فرمان، وزارت خزائن آمریکا سه فرمانده استخباراتی و عملیاتی کره شمالی و 10 تن از مقام‌های این کشور را که در صادرات جنگ‌افزارهای این کشور سهم دارند، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار داد و دارایی‌های آنها را مسدود کرد. دو پارچه بزرگ هواپیمای ایر آسیا در آب‌های جاوا دریافت گردید. مسئولان عملیات تجسسی خطوط هوایی ایر آسیا گفتند که دو پارچه بزرگ این هواپیما از آب‌های جاوای اندونزیا دریافت گردیده است که نزدیک به 10 متر می‌باشد. در این حال این مقام‌ها گفتند که عملیات نجات برای بیرون کردن قربانیان این سانحه جریان دارد، اما خرابی هوا مانع کار گروه‌های نجات شده است. هواپیمای ایر آسیا که از اندونزیا به سوی سنگاپور در حرکت بود، هفته گذشته پس از پرواز با 162 سرنشین ناپدید شد که پس از بررسی‌ها ثبت گردید که این هواپیما در آب‌های جاوای اندونزیا سقوط کرده است. نخستین مجموعه خبری نیمه روز از یک در همینجا به پایان رسید. وقت خوش برتان آرزو میکنم. خداوند نگهدارتان.